رابین کو. سلام رابین جان. سلام. خوب درست شد؟ حال شما سلام. خوبه؟ علی علی. حال شما خوبه؟ بله بله. شما داشتید در مورد اخلاق حرف میزنید، میگن کلا اخلاق یه برساخته انسانی، تو طبیعت همچین چیزی وجود نداره، یعنی ما تو طبیعت خوبت نداریم. خب منم همین رو گفتم. لازم نیست که داشته باشیم. لازم نیست که تو طبیعت باشه که ما بسازیم. خب ما میسازیم. من چیز اخلاقی که باور دارم به یونیتریزم یا منفعتگرایی یا سودمندگرایی باور دارم. یوتیلیتریانیسم. خب منم همین رو گفتم اول برنامه. من تمام اول برنامه درباره دفاع از یوتیلیتریانیسم بود. و یه چیز دیگه هم که مورد پسند هستی که فیلسوفی بود تو قرن 20 اسم جان لارکس، یه کتاب منتشر کرد به اسم تئوری آف جاستیس، اون در بارد اخلاق میگو. اسمشو شنیدی؟ آره جان لارکس. ولی آره، ولی جان لارکس یوتیلیتریانیسم رو بیشتر، بذار من بگم، رابین جان سب کن، یوتیلیتریانیسم و جان استوارت میل بعد از جان، چندین سال، چندین یعنی دو قرن بعد از، یه قرن و نیم بعد از جان لاک به وجود آورد. جان اون ببین، آره بگو. اون مثلا میگفت خودمون رو مثلا حالت به دنیا مثلا تصور کنیم که ممکنه ما یه جای فقیر به دنیا بیایم، یه جای یه سیاه‌پوست به دنیا بیایم. اون اراده تو تولد ببین جان لاک، روشی که به وجود آورد بر اساس اینکه چی اخلاقی باشه چی اخلاقی باشه خیلی نقص داره و خیلی ضعیف‌تر از یوتیلیتریانیسم جان استوارت میله. خب ولی کسایی مثل جان لاک خوبیشون به اینه که یه سری از اولین کسایی، نه تو فکرم جان لاک رو داری میگی، لارز یعنی جان لارز، اسپل کن، جان لاک، جان لارز، لارکس، لارز، فلش کن، ای بای، فلش کن. خب لارز نمیم کیم، جان لارز نداری، من جان لاک داریم. که فیلسوفای لیبرال تو، که فیلسوفای لیبرال جان لاک رو داریم. من فکر کنم تو داری جان لاک رو میگی، من نمیم جان لارز کیه، کسی میدونه داری جان لارز، لارز سپلش میکنین که من بیارم؟ آره جان استوارت. قاسم میگه جان استوارت میل همون یکی پشت آرمینه. بله همین اینه، اسم اینو ما گذاشتیم جان استوارت میل. رابین تو مطمئنی جان لاک رو نمیگی؟ جان لارز کیه؟ ما جان لارز نداریم رابین جان، ما جان لاک داریم. منظورم یه فردی بود، تو یه فیلسوف بود تو قرن 20 یه کتابی منتشر کرد، اسم کتاب چی بود؟ تئوری یه نظریه در باب عدالت، Theory of Justice، جان رالز. اوکی اوکی، رالز، R A W L S. آها این اونی بود که میگفتش که بیاین تصور بکنین که نمیدونین اگه بتونه رندوم تو چه جامعه انداختنتون چه قوانین رو برای جامعه تعیین میکنین، اون بشه قوانین جامعه. یعنی پشت یک پرده هستین که نمیدونین که آیا یک دختر 4 ساله توی آها خب آها یعنی بذار بریم توضیحش اینه، یعنی گفتش که فرض کنین که قبل از اینکه به دنیا بیاین، خب ندونین که آیا وقتی که به دنیا میاین فقیر خواهید بود یا پولدار. خب چه نژادی خواهید داشت، زن میشین یا مرد، و چه نژادی خواهید داشت و کجای جامعه زندگی میکنین و شغلتون چی خواهد بود و شرایطتون چی خواهد بود. اگه نمیدونید، خب مثلا قبل از اینکه به دنیا بیاین، اگه مثلا یک تصور بکنیم که شما به دنیا نیومدین ولی دارن از شما میپرسن که قوانین این جامعه رو شما تعیین کنید قبل از اینکه بتونین بدونین که خودتون کجای این جامعه خواهد بود، خب اون قوانین بهترین قوانین جامعه خواهد بود. خب نظر این شخص بود. خب یعنی چون مثلا چون که شما نمیدونین که فقیر خواهید بود یا ثروتمند، زن خواهید بود یا مرد، سیاه خواهید بود یا سفید، فارس خواهید بود یا عرب، قوانین رو که تعیین میکنین بر اساس این که منصفانه ترین قوانین خواهد بود، چون خودت نمیدونی که کدوم یکی از این آدم ها قراره باشی. درسته؟
درسته رابین جان؟ رابین صدا دوباره قطع شد، همیشه صدا قطع میشه. رفتش اصلا. من فکر کنم این عقیده از جان رالز مقدار قدیمی تره. جان رالز خیلی جدیده. این بهش میگه، بهش میگفتن پرده ویل آف، این چیزی که رابین داشت بهش میگفت اسمش پرده نادانی. آره اوه یادم اینو، ویل آف اگنورنس، چیزی که رابین داشت در برش صحبت میکرد اسمش هست ویل آف اگنورنس. خب ویل آف اگنورنس میشه پرده نادانی، یعنی شما پشت یک پرده هستین که خودتون نمیدونین که قبل از اینکه تعیین بکنین قوانین جامعه چی هستن، خودتون نمیدونین که این چه کسی خواهید بود. خب آها یه اسم دیگه هم که داره اسمش هست اوریجینال پوزیشن، که به فارسیش میشه فارسیش وضع نخست. وضع نخست یا وضع آغازین مفهومی در فلسفه جان رالز. آها رابین درست میگه، جان رالز ولی یک فیلسوف خیلی مدرنه، یعنی این فیلسوف مال 2002، این جدیده برای همین میرسه. راز، خب پس درست میگفت رابین، حق با رابین بود. راز عدالت رو اینو من نمیدونم، یه چیز انصاف میدونه و میگوید در وضع نخستین که تا حدی مشابه مفهوم وضع طبیعی هست، آدمیان میخواهند جامعه مدنی تشکیل دهند و به ناچاری روی اصولی معقول و منصفانه توافق میکنند. خب برای این جالبه، آره روش جالبیه برای فکر کردن. نمیدونم حالا رابین میخواست نتیجه گیریش از این چی بود، ولی این با اون چیزایی که ما میگفتیم فرق داره. ما داشتیم در مورد جان لاک و جان استوارت میل و اینا حرف میزدیم، اینا متفکرین که معروف تر هستن مال قرن 17 و 18 میلادی هست. این جان رالز مال زمان خودمونه.